یک دو سه یک دو تست میکنیم و میریم سراغ رکورد بچه ها من امروز یعنی از دیروز واقعا دلم گرفته به چند دلیل و این ویدیو رو خواستم براتون بذارم یه ذره درد و دل کنم این حرفا رو بزنم و یه ذره خالیشم قضیه اول سر همین سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ایناست و اگه اینستاگرام من دیده باشید دیدید که استوری گذاشته بودم که این نماینده مجلس چقدر خوشحال بودن اینجوری داشتن علامت پیروزی نشون دادن که طرح تصویب شده و واقعا نمیدونم ذوق چی رو داشتن که این طرح تصویب شده و یعنی ذوق اینا دارن که مردم قرار از این که از وضعشون بدتر بشه داغون بشن میدونی چقدر کسب و کار از کوچیک تا بزرگ ابه میره و فقط اینا دنبال اینن که صورت مسئله رو پاک کنن یعنی من الان به این داشتم فکر میکردم که اینا هیچی براشون مهم نیست یعنی ما این همه امضا جمع کردیم نزدیک بیش از نیم میلیون امضا رو جمع کردیم تو کارزار دات نت و هیچ اتفاقی نیفتاد یعنی اصلا مردم اصلا هیچ ارزشی برای اینا ندارن نمیدونم اینو سیاسی میخواد بشه این حرفا یا نه ولی واقعا من به این فکرم که این کارزار دات نت اینا هیچ کدوم فایده نداره آخه صدامونو با برای کی برسونیم به کی برسونیم وقتی اصلا هیچ ارزشی قائل نیستم برای حرف ما این از اون موضوع و واقعا من ناراحت هم سر این موضوع که چقدر مردم ما رو دارن روز به روز بدبختر میکنن چقدر ما حتی اگه یعنی فقط ایران نیست یعنی شما حتی اگه خارج از ایران هم زندگی بکنید این تأثیر روتون هست چه از لحاظ تحریمی چه از لحاظ روانی روحی و همین که آدم میره یه بانک و براش حساب بانکی باز میکنن چون میگه ایرانی هم این واقعا خیلی آدم رو نارد میکنه من هیچ وقت از اینکه که ایرانی هم شرمنده نیستم افتخار میکنم همه جا از همه جا از ایران میگم همه جا با افتخار میگم ایرانی هم. ولی ما فکر کنم قشن بدترین موقعی دنیا توی ایران به دنیا اومدیم من همچین حسی دارم امیدوارم که این طرح نهایی نشه با اینکه تصویب شده رفته دوره آزمایشی ولی من نمیدونم اگه کسی میبینه از این مسئولان اینو بدونید واقعا این پایان کار میشه نمیدونم چه جوری بگم ولی اینو بدونید که هیچ اپلیکیشن شما نمیتونید جایگزین اینستاگرام و یوتیوب و این چیزا بکنید و امیدوارم که این طرح نهایی نشه اجرا نشه با اینکه تصویب شده اجرا نشه و کسی مردم حد این این خوشحالی از مردم نگه یعنی اینترنت تنها تفریح مردم ایرانه و, خ... ببینید اون ملت چقدر یعنی باید بدبخ باشیم ما که تنها تفریحمون بشه اینترنت توی یه مملکتی این از این مسئله دوم که منو ناراحتم کرد خیلی خیلی و امروز واقعا گریه کردم سرش مرگ شهرام که یا همون شهرام کاشانی بود و تا اونجایی که هم میدونم شهرام کاشانی خیلی اعتیاد شدید به الکل داشته و این آخرم استوریای بهزاد بلو رو که دیدم مثل اینکه میگفت سه روز بوده گم شده بوده آخرین باری که مشروب خورده انقدر زیاده روی کرده که گم شده یک, یک روز و نیم بعد تحویل بیمارستانش شدن به خاطر مشکلی کبد الکل که زیاد بخوری کبد میتره که دیگه حالا دیگه طی سالیان سال داشته الکل میخورده و توی بیمارستان توی بیمارستان آجیبادم که خیلی هم بیمارستان گرونی و خیلی به خودشون میبالن و اینا که شیکیم و گرونیم و خفنیم و اینا تو اون بیمارستان کرونا گرفته و فوت شده من خیلی ناراحت شدم واقعا سر مرگ شهرام کاشانی و امیدوارم روح شاد باشه ولی احساس میکنم آهنگاش خاطر انگیز بوده برای همه همون دیگه همون دختر بندری یا نازی جون بیاد چی بود اون آهنگا و تو همه مهمونی های ایرانی فکر کنم همه باش خاطره داریم و احساس میکنم من همیشه دوستم هم آهنگای بچگی و این رو گوش بدم و برگردم به دوران خوش بچگی که استرس هیچ چیزی رو نداشتم و تنها دغدغه دق فکری این بوده که برم تو کوچه بازی بکنم فلان بازی رو بخرم و اینا و احساس میکنم الان دیگه با گوش دادن و آهنگا حالم خوب نمیشه الان با گوش دادن و آهنگا با اینکه میدونم خوانندش دیگه مرده اونم تو این سن 48 سالگی واقعا داغونم میکنه و انگار یه سری یه تیکه از خاطرات زندگی من مرد با این آهنگا و این چیزا و یادم قبلا هم توی استریما میذاشتم آهنگ شهرام کاشانی و اینا اتفاقا همین چند روز پیش با فرشاد رفته بودیم یه رستوران خیلی شیک و پیک اینا که همه کچل و بیزنسمن و اینا اصلا اینا یه دیجی هم اونجا داشتی و آهنگای باحالی میزد و اینا با فرشاد من دیدی ای چقدر بی‌معنی و دیوونه میگفتیم بریم بود این بریم پشت دستگاه دیجی دختر بندری شهرام کاشانی پلی کنیم همه <تص> ولی خدا بیامرزتش مرزتش دقیقا داشتیم و فرشاد دا راجبه این موضوع حرفی زدیم که فرداش مثل اینکه خبر فوتش اومد و چقدر موضوع ناراحت کننده میدید کجاست موضوع ناراحت کننده اینجاست که وقتی من استوری فوت شهرام کاشانی رو گذاشتم یه عالمه دایرکت اومد که به فلانم به درک ببخشید به درک یه خالتور کمتر نمیدونم بهتر الکلی بود مرد نمیدونم اصلا نمیدونم ما ما مردم ایران کی انقدر دل سنگ شدیم که وقتی یکی میمیره بگیم به درک یعنی من واقعا دشمن خودم هم نمیتونم مرگش رو مرگش خوشحال بشم چه برسه از یه خواننده اونم ایرانی که این همه هم مثلا آنگاش تو پارتیا و مهمونی پلی بوده و و اصلا دلم گرفت که چقدر ما که اینقدر دلامون سنگ شد که اینقدر نامرد شدیم که مرگ یکی اینقدر واسه بی بیارزش باشه ما دیدین که تو ایران تو فضای مجازی میگن مردم ما زنده کش مرده پرستن و واقعا هم یه جورایی میشه گفت ولی سر این موضوع من فقط دریبری شنیدم تو اینستاگرام یعنی هفتاد به سی اینجوری بود و امیدوارم واقعا دل ما مردم بزرگ بشه شاد بشه یه ذره انسانیت بهمون برگرده حالا من همه رو نمیگم ولی مخصوص اون کسایی که این برخوردارو دارن و اینا خیلی خیلی ناراحت کنند از دیگه از اون اون سیانت و این چیزا اینترنت که دارن مردم رو بدبختر میکنن از این مرگ حالا شهرام کاشانی خاطرات بچگی و اینا و از اونورم حالا درگیری های زندگی خودم این استرایک هایی که روی کانالمه ولی خب سعی میکنم که این چیزا روم تاثیر نذاره ویدیوهای خفن بدم براتون ایشالله که اون استرایک هم میره تا یک ماه یک ماه و نیمه دیگه و چیزی که من فهمیدم اینه که بچه ها زندگی واقعا هیچیش معلوم نیست یعنی الان کی فکرش رو میکرد شهرام کاش مثلا بمیره تو این سن به این زورت و اینقدر سرگذشت تلخی داشته باشه هر کسی واسه خودش تصمیم میگیره شهرام کاشانی تصمیمش این بوده که خب الکل بخوره بیش از حد از اوج خودش رو برسونه پایین و اعتیاد پیدا کنه به الکل حالا ما کاری نداریم پشت سر کسی که فوت شدم نمیخوام نمیخوایم حرف زنیم یعنی من اصلا پشت هم حرف نمیزم خدا بیا مرزتش روی شاد من دوستش داشتم ناراحت شدم ولی اینه که بچه ها شما خودتون برای خودتون زندگیتون تصمیم میگیرید میخواید موفق باشید یا میخواید تو وضعیت بدی زندگی بکنید اینو جدی بگیرید از لحظاتتون استفاده بکنید و هیچ وقت قصه نخورید استرس نداشته باشید درسته من خودم خیلی استرس زندگی و اون چیزا رو دارم استرس کارامو دارم یه وقتای قصه میخورم ولی واقعا این زندگی تهش همینه یعنی چیزایی که الان دغدغه فکریتونه پنج سال دیگه اصلا نیست چیزایی که الان ناراحتتون میکنه براش گریه میکنید پنج سال دیگه شاید اذیتتون نکنه ناراحتتون نکنه مشکلات مالی الان ده سال دیگه رفت شده و همه اینا میگذره و خیلی هم ناراحت نباشید وای فلانه وای بیساره از لحظه لحظه زندگیتون لذت ببرید چون آخرش عاقبت هممون میدونید چیه و واقعا ارزش هرس خوردن نداره من خودم خیلی کسی هم که هرس میخورم و استرس دارم ولی الان واقعا این واسم ثابت شد در صورت خیلی از حرفامم یادم رفت ولی دوستتون دارم خیلی زیاد مرسی از اینکه همیشه هوای منو داشتید و به من انرژی دادید مرسی از فن ها که همیشه به من انرژی میدن لطف دارید بچه های فن پیج و خیلی دوستتون دارم ببخشید که به همهتون نمیتونم رسیدگی بکنم ولی توی تک شده میبینم اکثرا لایک میکنم دوستتون دارم خیلی زیاد بچه ها. هم اونایی که فن پیج ساختن برای من هم اونایی که ویدیوهای من رو تماشا میکنن اونایی که تو اینستاگرام فالو میکنن یوتیوب سابسکرایب همه هر کلا هر کسی که من رو دنبال میکنه اینم یه درد و دلی بود و خدا رو تو ویدیو بغضم نگرفت یا گری بگیره ولی زندگی اینه مراقب خودتون باشید و پیش به سوی ویدیوهای خفنتر